بینندگان عزیز، لاله معینی پور هستم. منم رضا مسمن هستم. در پارلمان ادیان جهان هستیم که از اول تا 7 نوامبر 2018 در شهر تورنتو برگزار شده. با تیم پرژن بی ام اس در اینجا ما حضور داریم و برنامه‌های متعددی رو از اشخاص مختلف، مهمانان مختلف، از ادیان مختلف برای شما تهیه کردیم. امروز براتون یکی از این گفتگوها رو پخش می‌کنیم. باب هرکولیس، فیلمساز، برنده جایزه پیبادی است و جدیدترین فیلمش به نام سید باب داستان مبشر آیین بهائی را شرح می‌دهد. آقای هرکولیس برای گفتگو درباره فیلمش با ما همراه شده. باب هرکولیس اینجا با ماست. باب، این خیلی فوق‌العاده است که تو اینجا پیش ما هستی و ما باهات در مورد داستانت صحبت می‌کنیم. در ابتدا می‌خواستم به همون در مورد چگونگی شروع به کار روی فیلم بگی که درباره یک پیامبر از ایرانه. داستان فیلمت از چه قراره؟ خب، موضوع فیلم سید باب داستان زندگی حضرت باب مبشر آیین بهائیه. بازی زمانی فیلم از سال 1844 شروع میشه و تا سال 1850 میلادی که او رو اعدام میکنند ادامه داره. بنابراین فیلم توضیح میده که چطور حضرت باب رسالتش رو آغاز کرد و چطور این رسالت در سرزمین ایران و حتی عراق حرکت کرد و اینکه چطور مردم از اون نیرو گرفتند و عاشقش شدند. چطور او این چنین مردم رو مجذوب خودش کرد و این واقعا داستان این واقعه است، قصه‌ای که در 6 سال اتفاق افتاد و این فیلم داستان رسالت 6 ساله او در ایرانه. با پیامبری بود انقلابی و زندگی کوتاهش پرحادثه و پرمخاطره بود و ده‌ها هزار نفر پیرو او شدند. باب به نظر من کسیه که عمیقا مجذوب حق و با اون مأنوسه. مردم چنان جذب او می شدن که حاضر بودن جان خود رو فدای او و تعالیمش بکنن. کسی با اون نفوذ کلام بین توده‌های مردم تهدید محسوب شد. از نظر سیاسی ظهور یه دین جدید مخل وضع موجود. باید اعدام شد. 750 سرباز شلیک کردن. دود که محو شد، باب ناپدید شده بود. من مطمئنم که چالش‌هایی در ساخت فیلم‌هایی از این قبیل که شرح حال پیامبران الهی رو به تصویر می‌کشند وجود داره و اینکه فقط قادر به انجام برخی از کارهای خاص هستی. می‌تونی به برخی از این چالش‌هایی که داشتی اشاره کنی؟ بزرگترین چالش ما در ساخت این فیلم این بود که حضرت باب شخصیت اصلی فیلم نمیتونست در جلوی دوربین ظاهر بشه. بنابراین زمانی که استیو و اد، تهیه کنندگان فیلم، به سراغ من اومدن، من متعجبانه به اونها گفتم شما نمیتونید شخصیت اول فیلمو نمایش بدید؟ شکسپیر میگه چشم‌ها دریچه‌های روح هستند. و من میگم ما نمیتونیم چشمهای شخصیت اصلی فیلم رو ببینیم. اما من فهمیدم قضیه از چه قراره. موضوع مثل داستان حضرت محمد و پیامبرهای دیگه است. شما میتونید اون شخص و حضورش رو شخصیت پردازی کنید. نهایتاً تصمیمی که گرفتیم این بود که اگه صحنه‌هایی باشه که قرار هست حضرت باب در اونها حضور داشته باشه، چیزی مانع دید بشه و میبینیم که ملا حسین یا افراد دیگه با حضرت باب صحبت میکنن، ولی ما زاویه دیدمون در محلی قرار گرفته که حضرت باب رو نمیبینیم. بنابراین این به ما اجازه داد که تعاملاتی اینچنینی رخ بده که اهمیت بسیار در بازگویی داستان حضرت باب داشت و راه حلی که ما انتخاب کردیم این بود. اینطور که من متوجه شدم زمانی طول کشیده تا شما به راه حل مناسبی برسید. بله، مدت زیادی طول کشید تا ما بفهمیم که چطور میتونیم حضرت باب رو در صحنه داشته باشیم اما او رو نمایش ندیم. در واقع ما یک سری تست انجام دادیم و شات‌هایی گرفتیم و سعی کردیم روش‌های مختلفی رو امتحان کنیم. اگه اون اصلاً نبایستید نمایش داده بشه، ما میتونیم به سادگی از یک در یا پرده یا چیزی شبیه اینها استفاده کنیم و این ایده‌ای بود که در نهایت کار کرد. بعد از صرف چای، وقت نماز مغرب رسیده بود.
ملا حسین در کنار جوان به نماز ایستاد و به سوی خدا مناجات کرد که تا کنون در جستجوی موعود به مقصود نرسیده ام، اما تو ظهور او را وعده فرموده ای و تخلف در وعده تو نیست. او چنان غرق مأموریت خود بود که در ابتدا از درک اینکه مقصود درست روبروی او نشسته عاجز بود. بعد از نماز ملا حسین اجازه خواست مرخص شود، اما میزبان مانع شد و از او درباره علائم ظهور امام دوازدهم سوال کرد. جوان از ملا حسین پرسید: استاد شما سید کاظم برای موعود چه اوصافی معین کرده بود؟ سن موعود کمتر از 20 و متجاوز از 30 نیست. از سلاله پاک و از خاندان نبوت و رسالته. از عیوب و نواقص جسمانی مبراه و دارای علم الهیه. جوان به اوصاف ملا حسین از موعود گوش فرا داد و بعد گفت: ملاحظه کنید تمام این صفات در من ظاهر است. شما در حالی که کارگردان این فیلم هستید به آیین بهائی پایبندی ندارید. این چطوری میشه؟ ماجرا از کجا آغاز میشه؟ خب، خیلی سال پیش من با مردی به نام استیو سارویتز آشنا شدم. این ایده استیو بود. او دیدگاه خاصی داشت و خودش به تازگی به آیین بهائی روی آورده بود و اعتقاد داشت که باید یک فیلم درباره حضرت باب بسازه. او قصد داشت مستندسازی کنه. داستانش طولانیه، اما او از طریق یک سری افراد من رو پیدا کرد. من و استیو هر دو در شیکاگو زندگی می‌کنیم. او می‌خواست من رو ملاقات کنه و ایده ساخت فیلم رو بهم پیشنهاد بده. بنابراین من باهاش ملاقات کردم و او کاملاً کار منو قبول داشت. من یک فیلم درباره مایا آنجلو ساخته بودم و بخشی از فیلم رو بهش نشون دادم. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. فکر کردم داستان حضرت باب خیلی جذابه. هیچکس تا به حال درباره حضرت باب فیلم نساخته بود. بنابراین فکر کردم چه فرصت خوبیه که یک فیلم درباره شخصی بسازم که تا به حال کسی در موردش فیلمی نساخته. هیچ فیلمی تا به حال در این مورد نداشتیم و خب به نظرم داستانش هم بسیار جذاب بود. بنابراین من قبول کردم که به گروه بپیوندم. استیو، همکار نویسندم، اد پرایس و من بیشتر از یک سال روی فیلمنامه کار کردیم و سعی کردیم اون رو به سطحی که بود برسونیم و این یک چالش بود. چرا که ما می‌خواستیم توسط مردمی که بهائی نبودند درک و دیده بشه، در حالی که می‌خواستیم یک پارچگی داستان حضرت باب رو حفظ کنیم. روند دشواری برای نوشتن فیلمنامه پیش رو داشتیم و این حدوداً یک سال طول کشید. این واقعاً یک چالش بود. من متوجه شدم افرادی که الزاماً بهائی هم نیستن به طریقی درگیر این فیلم شدن. افرادی که سکولار هستن یا اشخاص دیگه هم بودن، نمیدونم. بله، در حالی که موضوع اصلی ما مستنده، اما در این حال عناصر و اجزای اون ویژگی‌های فیلم داره. به همین خاطر ما مجبور بودیم تمام این صحنه‌ها رو بازسازی کنیم. ما در این فیلم محقق‌های بسیاری داشتیم که برخی باهایی و برخی غیر باهایی بودند. محقق‌هایی که اهل خاورمیانه بودند، محقق‌های اسلامی، محقق‌های باهایی و بسیاری دیگه. طوری که این یک مستند واقعی بود. منظورم اینه که ما قصه‌ای رو نقد می‌کردیم که در دل تاریخ واقعی جا گرفته بود. بنابراین ما می‌خواستیم که دیدگاه محققان مختلفو داشته باشیم و من واقعاً ازش لذت بردم و بسیار شگفت انگیز بود و من بسیار ازشون یاد گرفتم. ما در یک پارلمان ادیان جهانی هستیم و اینجا یک فیلمی هست که بیانگر باورمندی مذهبی هست. ایمان چیست و برای شما چگونه معنی میشه؟ به ویژه ایمان داشتنی که یک تفاوت بزرگ در اون متجلی شده. آیا این موضوع خودتون رو تحت تاثیر قرار داده؟ من فکر میکنم بزرگترین چیزی که یاد گرفتم و شاید بزرگترین قسمت شخصیت من رو در بر گرفته این ایده بود که تمام ادیان یک پارچه و متحد هستند. من بسیار کم درباره آیین بهائی میدونستم.
در یک معبد بهایی بودم و ما چندین بار اونجا رفته بودیم و من گنبد بالای اون ساختمون رو دیده بودم. این یک تمثیل و معرف از تمام ادیان جهانه. بنابراین متوجه شدم که این چیزیه که بر پایه اون بنا شدن. من قویاً احساس میکنم تمام ادیان باید در هم ادغام بشن. این یکسان بودن فقط در ایمان مذهبی نیست، بلکه در مورد یکسانی همه مردمه. مردمی که به خاطر پوست سیاهشون مورد تبعیض قرار میگیرند یا به خاطر اینکه زن هستند یا دین متفاوتی دارند. ما همه انسان هستیم. بنابراین این چیزی بود که من قویاً فکر میکردم از وجودم به فیلم تزریق میشد. چیز دیگه‌ای که فکر می‌کنم در این داستان بر من تأثیر گذاشت، زنی به اسم طاهره بود. قطعاً شما داستانش رو می‌دونید. اما افراد غیر بهایی چیزی در موردش نمی‌دونند. لحظه‌ای در این فیلم هست که این زن خودش رو معرفی می‌کنه و ایمانش تاریخ رو به لرزه در میاره. چرا که او هرگز عقب‌گرد نمی‌کنه و تسلیم نمی‌شه. ماجرا به سمتی میره که رهایی زن‌ها رو مطرح می‌کنه و توانمندسازی اون‌ها رو. این بیان احساس و ایمانیه که در آینه بهایی وجود داره و هرگز به عقب بر نمیگرده. این لحظه بود، لحظه‌ای که به نظر من اونها گذشته رو شکست دادن. اونها پوسته اسلام رو شکافتند و از دل اون بیرون آمدند. ما زنی داشتیم که نقش طاهره رو بازی میکرد و بازیگر فوق‌العاده‌ای بود و واقعاً این فیلم یکی از برجسته‌ترین فیلم‌های منه. و فقط میخوام بگم که این اتفاق شگفت انگیزه. ما برنامه‌ای داریم که یک فیلم اختصاصی در مورد طاهره بسازیم. زیرا همونطور که میدونید او یک شاعر درخشان و یک نویسنده است و کسیه که قویاً به حقوق بشر اعتقاد داشت. بنابراین قصه او هم بسیار با عظمته. یه نفر باید این رو نقل کنه. خیلی متشکرم باب.